سرخط خبرها و مهمترین ها. سفیر امریکا در سازمان ملل دستور حجاب اجباری زنان در افغانستان را دارای پیام نگران کننده دانست. بهبود وضعیت در افغانستان محور بحث متقی با نیکلسون. سادات: جنگ با طالبان جنگ مقدس است و همچنان در پایان اوضاع در سراسر افغانستان به سرعت به سمت متشنج شدن روان است. مشروع خبرها، گزارش از خبرگزاری اسپوتنیک. واکنش تند رئیس شورای امنیت سازمان ملل به دستور حجاب اجباری زنان در افغانستان. لندا توماس گریفلند، رئیس دوره شورای امنیت و سفیر امریکا در سازمان ملل، در واکنش به تحمیل حجاب اجباری برای زنان در افغانستان از سوی طالبان میگوید: طالبان نشان دادند که حاضر به هر کاری اند و این دستور دارای پیام نگران کننده به کشورهای جهان است. خانم گریفلد به تلویزیون CNN گفت: طالبان بار دیگر ثابت کردند که هر کاری که از آنان سر زده می تواند. ما از روز اول گفتیم که معیار قضاوت درباره طالبان رفتار آنان و نه حرفایشان است. این رفتارشان در روز جهانی مادر حاوی پیام خیلی نگران کننده برای جهان است. او افزود: آنچه امروز با این فرمان انجام دادند نامعقول است. من مطمئن هستم که در آینده از این کارها بیشتر خواهند کرد. سفیر امریکا وعده سپرد که حمایت‌های امریکا از زنان افغانستان دو برابر خواهد شد. این در حالی است که وزارت امر بالمعروف و نهی از منکر طالبان دیروز دستور جدیدی در خصوص حجاب زنان اعلام کرد. بر بنیاد این دستور، زنان باید صورت خود را در محلات عام بپوشانند و در صورت تخلف اولیای آنان مجازات خواهند شد. این دستور طالبان با موج از واکنش‌های ملی و بین‌المللی مواجه شده است. بهبود وضعیت در افغانستان، محور بحث متقی با نیکلسون. سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان با توماس نیکلسون، نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان، دیدار و گفتگو کرده است. وزارت امور خارجه حکومت سرپرست طالبان شب گذشته با نشر اعلامیه از دیدار امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان با توماس نیکلسون، نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان، خبر داده است. گفته می شود که در این دیدار هر دو جانب پیرامون مسائل مختلف بحث و تبادل نظر نمودند. بر بنیاد اعلامیه وزارت خارجه طالبان، آقای نیکلسون بر ادامه تلاش‌ها در جهت بهبود وضعیت اقتصادی، تعلیم و تربیت، فراهم‌سازی زمینه‌های مسنون کار برای مردم و مسائل مربوط به امنیت نظریات خیش را شریک نمود. اعلامیه افزوده که او همچنین تاکید نمود که یگانه راه حل در زمینه رسیدگی به تمام مشکلات ادامه گفتگوها بوده میتواند. در ادامه این دیدار، سرپرست وزارت امور خارجه تاکید نمود که از خاک افغانستان هیچ تهدید متوجه دیگران نخواهد بود. او همچنین روی دستاوردهای چون تأمین امنیت سرتاسری و موجودیت اداره قاطع برای بهبود وضعیت زندگی مردم و سایر مسائل مورد علاقه صحبت‌های مفصل کرده است. سادات: جنگ با طالبان جنگ مقدس است. فرمانده پیشین ارتش افغانستان در واکنش به درگیری‌های پنجشنبه نوشته است که جنگ با طالبان جنگ مقدس است. سمی سادات، فرمانده پیشین ارتش افغانستان، در توییت درباره جنگ با طالبان نوشته است: آیا در حال حاضر طالبانی که در پنجشیر، اندراب و دیگر مناطق کشور کشته می‌شوند، مرگشان چگونه است؟ او در ادامه افزوده است که آنها 20 سال است که برای قدرت می‌جنگند و حالا وقت کشته می‌شوند، همه مردار می‌شوند، زیرا آنها تشنه قدرت هستند. او در پایان توییتش نوشته است که آنها ملت و کشور را به ورطه نابودی کشاندند. جنگ با طالبان جنگ مقدس است. یادآوری میکنیم که پیش از این سادات در یک پیام توییتری گفته بود که جنگ در ولایت‌های دیگر نیز آغاز می‌شود. درگیری‌ها در ورسج: 12 تن از طالبان کشته شدند. گزارش از سایت رسمی 8 صبح. منابع محلی در ولایت تخار میگویند که آتش نبرد میان نیروهای طالبان و جبهه مقاومت ملی در ولسوالی ورسج این ولایت دوباره بالا گرفته است. گفته می شود که درگیری روز یکشنبه 18 صور پس از آن رخ داده است که نیروهای طالبان به دره ایمن در حوزه قندز ولسوالی ورسج رفته بودند که با نیروهای جبهه مقاومت ملی روبرو شدند. منابع به روزنامه 8 صبح میگویند که در نتیجه درگیری‌های یکشنبه شب 12 تن از نیروهای طالبان کشته و 3 تن دیگرشان زخمی شده است. به گفته این منبع، در این نبردها 4 رنجر طالبان نیز تخریب شده است. شمار از باشندگان محل میگویند که طالبان هنوز در دره ایمن حضور دارند و احتمال درگیری‌های بیشتر میان نیروهای جبهه مقاومت ملی و طالبان می‌رود.
مسئولان محلی طالبان در تخار تاکنون در این مورد چیزی نگفتند. پس از عید فطر آتش جنگ در جبهات مختلف بالا گرفته است. پنجشیر، تخار و بغلان از جمله ولایت‌هایی هستند که درگیری نبردهای سنگین در این شب و روز بوده است. گزارش از سایت رسمی روزنامه هشت صبح. انتقال اجساد طالبان از پنجشیر و اندراب. این نوار تصویری که از دیشب به این سو به شکل گسترده در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود، شماری از افراد را نشان می‌دهد که در حال انتقال اجساد از یک چرخبال هستند. شماری از شهروندان با نشی نوار ادعا می‌کنند که این اجساد مربوط طالبان است که در جنگ اندراب و پنجشیر کشته شده است. طالبان تاکنون در این باره ابراز نظر نکرده‌اند. صبغت الله احمدی همچنان در صفحه رسمی فیسبوک خود چنین گزارش می‌دهد: در 40 ساعت گذشته نیروهای قهرمان جبهه مقاومت ملی در پل حصار خیدره و دره جر اندراب در دفاع حمله و در مناطق هم زیر حمله های سریع میدان جنگ را برای نیروهای اشغالگر طالبان به جهنم تبدیل کرده است. طالبان با وجود استفاده از چرخبال‌ها و آتش توپخانه های سنگین بار دیگر با حقارت تمام شکست خورد. در این نبرد 27 نفر از اشغالگران بدری، انتحاری و سرخ کشته شده و 3 تن از فرزندان آزاده و پرشور اندراب نیز به گونه سطحی زخم برداشته است. افزایش مرگ در دل جاده ها، تحلیل یادداشت روزنامه 8 صبح کابل. حوادث ترافیکی که علت آن در موارد بسیار به بی‌احتیاطی رانندگان بدون ارجاع به خرابی جاده ها و فلج بودن سیستم مدیریت ترافیکی کشور حوالت داده می شود، در روزهای اخیر افزایش یافته است. کمتر روز در افغانستان است که خبر از مرگ و میر ناشی از برخورد و تصادم موترها در دل جاده ها نشر نشود. در کمتر از یک هفته از 14 تا 18 سر 10 حادثه پرتلفات ترافیکی در جاده های کشور رخ داده است. در اثر این 10 حادثه 20 تن جان باختند. همچنان 26 تن دیگر در این حوادث زخمی شدند. اما آمار دو ماه گذشته ده ها کشته و زخمی در بیش از 1000 حادثه را نشان می دهد. این حوادث ترافیکی که در جریان 5 روز گذشته رخ داده در ولایت‌های فرا، هلمند، سمنگان، هرات، فاریاب و کاپیسا در مسیر شهرها و جاده‌های شهری ثبت شده است. بر اساس آماری که در سایت جمع‌آوری معلومات وزارت صحت عامه ثبت شده، در حالی که همه رویدادها را پوشش نمی‌دهد، در جریان 2 ماه و 3 روز 909 حادثه ترافیکی در سراسر کشور رخ داده است. با اضافه 10 حادثه 5 روز گذشته این رقم به 919 رویداد در جریان 2 ماه و 8 روز می‌رسد. شمار تلفات مجموعی حوادث ترافیکی نیز به 85 کشته و 6118 زخمی صعود میکند. از اینکه تا این دم با ما بوده جان سپاس. برای ویدیوهای بیشتر و تازه ترین خبرها کانال ما رو سابسکرایب، ویدیوهای ما رو لایک و با دوستانتان به اشتراک بگذارید. تا ویدیوهای بعد شما رو به خداوند یگانه می سپارم.